سیرو بیدون و خود رو از خطرهای اطلاعاتی امین بود. السلام علیکم شنوندگان عزیز. با شما هستم، من شمسی نوروزوف در موج 157 اف ام رادیوی صدای خوجند. نشر نخستین برنامه نو را با نام سیرو بیدون پیشنهاد شما می نماییم. همه روزا ما خبرهای زیادی را می شنویم و می خونیم، اما تا کدام اندازه هر یک اطلاعی که با ما می گیریم درست است؟ زمانی معاصر برابری رشد علم و تکنیک تقاضا می نماید که هر یک ما امنیت اطلاعاتی خود را حفظ کرده توانیم. در این راه بلند برداشتن سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای حتمی می باشد. پس سر چیست یا خود سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای گفته چی رو میگن؟ با این و دیگر سوال ها دوامی چند است، اما با همراهی رئیس اتفاقی ژورنالیستان ولایت سغد الهام جمالیان صحبت خواهیم کرد. تشکر، سلامت باشید. خب استاد، ما قرار داریم تا اینکه برای شنوندگان دوامی چند لحظه اوید به سواد رسانه‌ای معلومات داده باشیم. شاید این مفهوم برای بعضی از نفرها نو باشد. لطفا میخواستیم نخست شرح بدهید که سواد رسانه‌ای چیست و برای چی رسانه‌شناس بودن ضرور است در جامعه. تشکر. البته من بسیار کوشش میکنم که خیلی ساده کرده فهمونم تا که برای شنوندگان رادیو شما این مفهوم ها فهمو باشد و آنها درک کرده توانند که سواد رسانه‌ای چی است و برای چی در کار است. در حقیقت این واژه یا عباره سواد رسانه‌ای حدوداً در تاجیکستان حدوداً 5 سال اخیر پیدا شد و در سابق اتحاد شوروی حدوداً 30 سال قبل اولین محققان روس، بعد اوکراین، بلاروس این کار را شروع کردند، گرجستان، ارمنستان، و این واژه و این مفهوم پیدا شده بود و در این سمت کارهای معین انجام داده شده است. تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای میانه مثلا با قریبی به این کار شروع کرد. هدف اساسی چی است؟ از سواد رسانه‌ای یا بلند برداشتن این سواد رسانه‌ای. ببینید، ما در یک زمان زندگی میکنیم که خبرهای فیکی یا دروغین خیلی زیاد شده و آدمان در انتخاب و استعمال اطلاعات رهگم زده استودن. اونها نمیدونن که چه خیر کدام خبر درست است، با کدامش باور کنن، با کدامش باور نکنن، و برای اون که همین کار رو انجام داده توانن بعضی ملکه و مهارت ها در کار است برای آدم، و بدون داشتن همین گونه ملکه و مهارت ها این کار رو انجام دادن خیلی زیاد است. مثلا درست انتخاب کردن اطلاعات، چطور اون رو درست انتخاب کردن ممکن است، تشخیص کردن اطلاعات، چطور اون رو تشخیص کردن ممکن، کدام منبع رو باور کردن ممکن، کدام منبع رو باور کردن ممکن است، کدام اطلاعات درست است، کدام اطلاعات نادرست است، کار و مثلا فکر نظر چی است، خبر چی است، فکت کدامش است، کدومش نظر است یا نقطه نظر است. تو این چیزای آدم درست تشخیص کرده نتونه، درست جدا کرده نتونه، و اصلا در فضای اطلاعاتی روحگردی رو، درست روحگردی رو یاد نگیرد، و معنایش همین است که سطح سواد رسانه‌ایش کذایی نیست. سطح سواد رسانه‌ای در نهایت کار با درست روح گشتن در فضای اطلاعاتی با هر یک نفر مساعدت میکنه. یعنی که پیدا شدنی همین خبرهای بردرو سبب پیدا شدنی همین سواد رسانه‌ای گردیدن در شما؟ البته یکی از همین سببهای اساسیش این خبرهای دروغین، زیاد شدن مانیپولیاسیا، دستکاری ها و خبرهای فیکی، پیدا شدن بوت ها، همه این عامل های بودند که ضرورت بلند برداشتن سواد رسانه‌ای نه فقط ژورنالیست ها یا نه فقط دایره معین آدمو، بلکه تمام آدمو رو در بر میگیره. خب اینجا گفته گذاشت که پیدا شدن خبرهای بدرو سبب شد. من برای جامعه تاجیکستان، خاصا برای کاربران شبکه های اینترنتی، آیا ضرور است که همین سواد رسانه‌ای آموزند؟ اصلا سواد رسانه‌ای برای همه در کار است، نوابسته از کسب و کار، نوابسته از سن و سال، با کودکی که به کودکستان میرد مثلا علکه گپ زده میتوند، و علکه از رفیقش یا مثلا همگروهش یکون اطلاعات رو میگیرد، علکه برای بیان
سواد رسانه‌ای ضرور است و باید داند که کدام اطلاع درست است، کدامش آوازه است یا بردروغ است. در مکتب مثلا تحصیلات عمومی هم برای بچگان، مکتب بچگان، برای دانشجویان، برای حتی بازنشستگان یا با اصطلاح نفقه خوران هم ضرور است، چون که امروز ما در یک محیط زندگی میکنیم که اطلاعات محصولات اساسی ترین شده است و اطلاعات تمامی ساحه های زندگی ما رو، حیات ما رو فرا گرفته است و از بس که همه ما با اطلاعات کار داریم و همه ما با اطلاعات که کار داشته باشیم، باید سطح سواد رسانه ما باید بلند باشد، چون که اطلاعات گفتیم که اطلاعات راستی نست، اطلاعات دروغی نست. و کدومش وقتی که شما از یک مثلا از صفحه اینترنت یک خبر خوندید، شما باور میکنید که هم خبر درست است یا نه؟ البته برای باور کردن باید دیگر منبع هم تفتیش کرد. خوب خیلی زیاد است. اینجا مثلا ابزارهای گوناگون است، واسطه های گوناگون است که از ویو استفاده برده تفتیش کرده، دقیق کرده، عمیق کرده و کرده نجدک کرد. انمی ملکه پیدا کند آدم، معناش هم این که سطح سواد رسانیش بلند شده. سی روبیدون در موج 157 FM. بعضی از نفرها برای نظرند که مثلا آموزشی این سوادی رسانه‌ای تنها به ژورنالیستان و کارمندان وسیع اخبار عام خاص است. من به در همین جا مثلا تفاوت داشته مثلا نشون میدم که فرقیت سوادی رسانه‌ای از روزنامه‌نگاری در چی است. مثلا باشد یکی از سبب پایش پیدا شدن خبرهای دروغین این همین است که اکثر ژورنالیست‌ها از رسالت کسبیشون یک اندازه دور شدن و معیارهای کسبی ژورنالیستی رو صرف نظر کردن. وقتی که منبع عنیق کرده نشود، درست فکت ها درست کرده نشودن و فکت ها نوستن، خبرها خیلی زیاد شدن و این خیلی خبرها مثلا در برابر اون که حاضر همه گویو که ژورنالیست شدند و همه ژورنالیستی که شهروندی رواج میگیرد، در برابر این ژورنالیستی که کسبی هم کارمندایی که در ژورنالیستی که کسبی هستند صرف نظر کردند و انمین هم باعث شده بود. اما بسیار ژورنالیست ها به خصوص بعضی از استادای دانشگاه های ژورنالیستی، اختصاص های ژورنالیستی، بر این نظرند که ژورنالیست ها خودشون علاکه سواد رسانه‌شون بلند است، برای اونها هیچ ضرورت نیست که این چیز رو آموزن. ببینید ژورنالیستیکا وقتی که کار میکند، در نهایت کار محصولاتی که باید استحصال میکند با تشکل دادن افکار جامعه تاثیر میرسونه. خلاص؟ اما در سواد رسانه‌ای در تشکل دادن تفکر انتقادی تاثیر میرسونه. یعنی اونجا باید تفکر جامعه به تاثیر رسوندن میخواد در ژورنالیست، که در اینجا باید تفکر انتقادی، یعنی انتقادی چی گفتن دیگه، پس تفکر انتقادی به همه چیز، به هر چیزی که به اطلاعاتی که روبرو میشید باید شبهه کنید. یعنی سبب اساسیش شبهه کردن است. وقتی که شبهه، شما اگر تفکر انتقادیتون کار نکنه شما شبهه نمیکنید. شما که شبهه کردید سوال پیدا میشه، چرا من به این گفته ها باور کنم؟ از کجا است؟ چی دلیل است؟ چرا این مثلا به همین دلیل آورده شده من باز باور کنم؟ یا مثلا فلانی آدم به صفت کارشناس نقطه نظرش رو گفته است، تا چی اندازه باید در همین سمت کارشناس است؟ این چیزی وقتی که سوال پیدا شدن میگیرد، تفکر انتقادی کار میکنند. وقتی که به سوالتون جوابهای مثبت پیدا میکنید، شما علاکه همون اطلاعات رو باور کردن یا نکردن تو معلوم میشه. خب استاد، اینجا شما گفته گذاشتید که مثلا آموختن سواد رسانه‌ای نه تنها برای ژورنالیستان و یا دانشجویانی که در فکولتی ژورنالیستی که تحصیل میکنند، اما برای همه جامعه پیشنهاد کرده شده. خب در همین جا پرسیده هستم که اما همان نفرانی که بیرون از ساحه ژورنالیستیک هستند، مثلا از کجا میتونن که همین چیزها آموزن، یاد گیرن و انک میشه تحلیل کرده توانن گفته شما را؟ درست، بهترین سوال. ببینید ما حاضر در تمام جمهوری دو مأخذ داریم که در
هست، مثلا سیفاوی هم هستن در شبکه اجتماعی، لیکن دو مخزه که به صفتی منبع اساسی، ذخیره اساسی الکترونی پیشنهاد کردنی مواد برای موادهای آموزشی برای آدمای کسب و کار گوناگون. یکیش میدیا سواد تیجی، این سامانه که ما ساختگی هستیم در اونجا درس ها هستن. دویومش فکچک تیجی که اونجا هم هست، اما کم است. من در یک چیم گفتم، در یک نشست، در یک مصاحبه هم گفتم که تاکید کردم که اگر حتی ما صد تا همین خیل ذخیره های الکترونی داشته باشیم که هدفش آماده کردن آدمو، همون هم کم است. برای که ببینید، برای مکتب بچه ها علایده و طرز کاربری و یا کتاب من علایده شده نجده کنند، برای ستودینت ها تماما دیگر خیر، برای آدم های کسب و کاری مثلا یک علایده تماما دیگر خیر، برای موسفید ها تماما دیگر خیر، برای مثلا نفقه خوی رو گفتیم، برای پدر و مادر رو و یا همچون پدر و مادر چهل باید نظارت کرده تا اونت فرزند داشته. اینه دونستنه. این هر کدومی همین باید مثلا درس علایده شده نجدر کرد، فهمیش علایده شده و یا خودش اموخته نجدر کرد. ما به حاضر همین چیز هست، لیکن خیلی کم است. دویم، حاضر در جمهوری تاجیکستان کار رفته استوده است و این کار تحت سرپرستی وزارت معارف و علمی تاجیکستان و مودول های اوید به سواد رسانه‌ای برای دانشجویان هم اختصاصی ژورنالیستی و هم غیر اختصاصی ژورنالیستی آماده شده استوده است. این یک کاری یک روزه و دو روزه نیست، این تجربه دیگر روی باید آموختن در کار، تجربه که ما کم باشدن در خودمون داریم، مثلا در تاجیکستان داریم و باید آموختن در کار. همه همین آموخته تحلیل کرده در همین زمینه این چیز سخته میشه و این کار رفته است و دست علاقه. و من فکر میکنم علاقه چند کتاب ها هستن، بعضی کتاب ها مثلا ترجمه شده هستن، بعضی کتاب ها ادپتاسیا یعنی مطابق کرده شده گستم. شخصا من حاضر مثلا یک کتابی که مثلا قزاقو برآورده گستم برای خوانندگان سیمفونی نو 11 سواد رسانه‌ای برای خوانندگان سیمفونی نو 11 یعنی سیمفونی بولوی، همون کتاب ترجمه ادپتاسیا و ترجمه کرده استودیم. البته این مثلا از زیر نظری مثلا وزارت معارف و علمی تاجیکستان گذشته نشده که وقتی که این کار آماده میشه البته پیشکش میشه و اونو مثلا فکر و ملاحظه های خودشون رو میگن، خلاصه های خودشون رو میگن، لیکن این کار رو کم و بیش رفته استداز. یک قسم کار رو مثلا بعضی تشکیلات ها از جمله مثلا گردآفرید چند کتاب های مثلا به همین در همین سمت آماده کرده که از پیشکش کرده که این کار رو که مثلا باید دوام یابد و ذخیره های هم، ذخیره های الکترونی هم بخصوص. برای شما ذخیره های الکترونی میگم، ولی همه اکثریت در فضای مجازی کار و زندگی کرده استدیم. البته همزمان ما باید در شکل آفلاین، یعنی مثلا رفته در جای زیست، مثلا در جای گرد، همون آموزش گذراندن رو مدار کن. برای که آموزش آسان شود، فهمو شود آدمو، با شیوه های نو و نو برومدگی است که برای آدمو هم دلگیر نمیکند و یا هم یک باره میاموزونند. مثلا کومیکس ها، با استفاده از کومیکس ها، با استفاده از بازی های گوناگون که همین بازی های هم در نهایت کار و یا آموزنده نجدر کن و اونو آموخته فهمیده نجدر ها این چی بوده است، این معنیش چی بوده است. مثلا بعضی کارو یک مقدار کردیم، اما این من فکر میکنم کلی کلی نکفایه است. سی روبیدون در موج 157 FM. چون که ما میدونیم همین دوامی چند سال اخیر شما یک لایحه ها رو در سمت سواد رسانه اولی میکنید، از جمله همون مدیا سواد تیجه که شما این حال گفته گذاشتیدن. خب در دایره همین لایحه در باره اون که مثلا بازی های شفقاور رو مثلا برای کاربران اینترنتی پیشنهاد میکنید و اونها در به همین چیز جلب میشن و سواد رسانه خودشون مثلا رشد میدن، باز چه چیزهایی هستند که شما عملی کردید و یا عملی کرده ایستید در دایره همین مدیا سواد نقطه تیجه؟ بینید، ما مثلا در دوره میدی سواد برای سمونه میدی سواد تیجی یکم درس های آموزشی
آماده کردیم عبارت از 10 درس. این درس ها هم در شکل متن هم در شکل پادکست یعنی آودیو صوتی، هم در شکل ویدیو و هم در شکل اینفوگرافیک هستند. و وقتی که آدم این درس ها اگر همشه گذرد، بعضی عنصر ها هست که از دیگرش میگیرد، یعنی که در مجموع همه همین چیز اگر تماشا کند و خواند و بیند مکملتر میشد دانشش. یعنی که این هر کدام عنصر یک دانش ایلوگی و یک جزئیات ایلوگی پرتر میکند برای پیشکش میکند برای خواننده یا بیننده یا شنونده. این یک چیز. دویم، مو دویر به سواد اطلاعاتی رسانه‌ای و رقمی. مثلا سواد رقمی هم بسیار مهم است. ما در محیط رقم زندگی میکنیم روز. بله. تکنولوژی رقمی زندگی میکنیم و تمام زندگی ما خود مثلا تلفن ما اگر پیشتر فقط برای علاقه بین آدمو تماسگیری باشد، حاضر اینجا میبخشید این کتابخونه تون هم همونجا است، امتحان میسپردگی جاتون هم همونجا است، مثلا عملیات های مولوی میگذارندگی جوتون هم همونجا است. میبخشه شما کارتتون استفاده میبرید، مثلا از کشلاک و همیان های الکترونی استفاده میبرید. وقتی که شما امنیت خودتون رو تامین کردن نمیتونید، علاکه شما آسیب پذیر میشید و امکان دارد که مثلا با استفاده از همیان شما پلوی شما دوزدن، مثلا یا رقمی مثلا کارتتون را گرفته مبلغ هایی که در کارتتون وجود دارد در افایتون در حسابتون اون رو مثلا دوزدن. این چیزهای هست که امروز باید آدم ها یاد گیرن. وقتی که میرید در نزدی بانکمات ها و اکثر آدم ها مثلا عادی ترین چیزه که مثلا امین کارت موندن در کارت پین کدشون نوشته نشونده که عبارت از چور و از رقم است و بعد یگون کس همین کار کردن نمیخواد، نگاه کنه میشنه که یک کس بیاد و دست وای بتر، لیکن یگون کس فکر نمیکنه که آخه من اینه دستش بعد پین کد همون کارتم داده استودیم و چه خیلی آدم است چه خیلی آدم نیست مثلا چیکار کردنش میکن. این چیزا هیچ کس فکر نمیکنه متاسفانه. انم این چیزو همش ضرور است که ما هم میامینه اصلاح کنیم. البته یک گروه یا یک دوتا وای کتی نمیشد، پس با گفته استودیم همه همین یکم که خودش چیزی نو است. بله. اینا اموختن در کار برای اون که من مثلا پیشکش کنم، من باید اول باید آموزم خودم و آموزش هم میدونید که مرحله های گوناگون دارد. یک چیز می آموزید، بعد از چند مدت نگاه میکنید که شما همون از کدام زاویه گفتید و تو چه اندازه همون گفتگی گپتون درست بود است یا نادرست بود است، برای که خیلی ما تجربه نبود یا مثلا دانش مکمل نبود. این چیزا هست و این چیزا باید حتما اصلاح شود. اما ما در سمت همون گفتگی ما کومیکسو کردیم و این هم درس بودن، درس هایی که همون میاموزوندن. ما واژه‌نامه سواد رسانه ای رو برآوردیم و سه زبون، مثلا واژه حدودن 200 واژه، این هم بسیار مهم است. وقتی که ما میگویم که براوزر، آدمو یک قسمش میفهمد یک قسمش نمیفهمد، لیکن همین براوزر مثلا گوییم و توجیکی چی است هیچ کس نمیدونه. یک کس یک چیز میگوی، یک کس یک چیز. مثلا عادی‌تری میسو پیوند هست، سیلکا. بله. یک گروه همینا گرفتن نو عنوان کردن این پیوند بود، یک گروه گرفتن عنوان کردن اینا لنگر. بوخنم لنگر یکر همین خیل واژه هم هست در همین سوایی اون سواد رسانه و سامانه سازی، اما وای پیوند داخلی است. یعنی که شما یک متن خونده استودید هو اولش به میونش به ابزس دیو می سایه و همینجا گون پیوند مونده گی شما، همون یکر پیوند داخلی به میبره. اما سیلکا پیوان و بیرون از صحیفتون و سمونه دیگر یا به صحیفه تماما دیگر میبرد، فرق دارد. اما همه همین رو مختلط کردیم برای که همین چیزو یک اندازه یک ترتیب و نظام بیاد. ما همین کار کردیم که مثلا با میگم این کار اولین است. من باور دارم که حالی با مثلا متخصص بهتر و خوبتر پیدا میشه و این کار رو با اصلاح میکنن خیلی پیش میبرن، اما این کارا نکرده هم نمیشه، برای که این کارا امروز بسیار مهمه. تشکر زیاد. البته ما نیز باوری بران داریم که مرحله به مرحله
همین آموزش سعودی عربستان در جامعه پسند بیشتر میشد و انگون کاربران اینترنتی از چی بودنی سعودی عربستان البته آگاهی پیدا میکنند. خوب تشکر زیاد برای شوکتون در برنامه. باور داریم که امروز از این صحبت ما شنوندگان یک معلومات لازمه را برای خود گرفتند. خوب شنوندگان عزیز خاطرسان میگم که هم صحبت ما بودن رئیس بخش سعودی اتفاقی ژورنالیستان تاجیکستان استاد الهامی جمالیان. این لایحه سیرو بیدان بود که طریق رادیو صدای خوجند روی موج 157 FM شما گوش کردید. تا برنامه دیگر تنسیت و خانه باشید. سیرو بیدان در موج 157 FM. شنوندگان عزیز خاطرستان میکنیم که مبادی مذکور با کمک مردم امریکا که از طریق اجانسی ایالات متحده امریکا اوید بر رشد بین‌المللی رسانده میشود و در چارچوبه لایحه مدیاکم که از جانب اینترنیوز با دستگیری مولوی یوسید عملی میگردد آماده شده است. شرکت تلویزیون و رادیوی صدای خوجند برای محتوای برنامه مسئول بوده، شرط نیست که آن موافقه یوسید یا حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس نماید.